از حدود سال 1346 که شرکت تأسیس شده، نگاه سرمایه گذاری کشور برای ایجاد چنین بنگاه صنعتی بزرگی که در واقع در حوزه های ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه، سد، فولاد، صنایع معدنی، طرح و ساخت، صنعت و معدن، هر نوع تجهیز صنعتی رو این شرکت امکانات این رو داره که طراحی مهندسی یا مهندسی معکوس بکنه و تولید و ساخت بکنه. در دوره دفاع مقدس ماشین سازی یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور بوده که در حوزه‌های تأمین نیازهای نیروهای عملیاتی فعالیت داشته، در ساخت پل‌های خیبر فعالیت داشته. بسیاری از تجهیزاتی که امروز به طور روتین در جامعه ما توسط شرکت‌های مختلف داره ساخته میشه و تولید میشه، توسط این شرکت برای اولین بار طراحی، مهندسی و تولید شده و حتی تولید کنندگان مواد و متریال این تجهیزات رو کمک کرده تا بتونن مواد اولیه این تجهیزات رو در کشور تولید بکنن. اگه دقت کنیم به کارنامه شرکت، به طور مثال بندر صادراتی ماهشهر رو به عنوان بندری که در واقع مواد اولیه رو تولید میکنه، فراوری میکنه و ذخیره سازی میشه و صادرات انجام میشه، پروژه بندر صادراتی ماهشهر رو به صورت EPC ماشین سازی عراق اجرا کرده. تجهیز جدیدی که الان در مسیر راه کرمان هست، در واقع به عنوان یک راکتور فولاد، چهارمین تجهیز جهان هست و در واقع سه تا از این تجهیزات در ایتالیا ساخته شده و چهارمین توسط ماشین سازی عراق ساخته شده. شروع ساخت در سالن عملیات اولیه شه که مختص قطع زنی و فومدهی و کارهای به صلاح خودش قطع زنی جهت مونتاژ و جوشه اینجا. کارگاه فلزی سنگین یکی از کارگاه استراتژیک ماشین سازی عراق به دلیل ابعاد و تناژ جرثقیلی که اینجا داریم، اکثرا محصولات سنگین در این کارگاه ساخته میشه. تو این کارگاه فعلا در حال حاضر پلای PMV پلای شناور ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم. در زمان جنگ تحمیلی پلای شناور خیبر رو داشتیم. کارگاه دیگه غیر از کارگاه سازدو داریم که در حال ساخت پلهای قوسی، تیر مرکب و انواع پلهای شهری هستند. کارگاه دیگ بخار هستیم، تولید دیگهای بخار. این کارگاه بزرگترین و پیشرفته ترین کارگاه سطح کشور هستش که تقریبا در حدود 50 سال سابقه تولید بویلر داره. کارگاه آهنگری از یکی از کارگاه های اصلی گروه متالورژی ماشین سازی عراق است. ما تو گروه متالورژی بحث تولید قطعاتی که تو صنایع نفت و گاز بیشتر استفاده داره و صنایع ریلی و سایر صنایعی که حالا به تولیدات ما نیاز داشته باشن رو مشتری ما هستن، ما این تولیدات رو انجام میدیم. ما اینجا تجهیزات سرچایی در فشارهای کاری و سایزهای مختلف تولید میکنیم. سالن ماشینکاری سنگین هست، زیر مجموعه گروه ماشین و مونتاژ که فعالیت ماشینکاری قطعات حالا توی زمینه تولیدات روتین و پروژه‌ای انجام میدیم. فعالیت عمدهش توی بحث نفت و گاز هست. ما سازنده تجهیزات سرچایی هستیم، تجهیزات تحت فشار که روی چاهای نفت استفاده میشه برای استخراج و بهره برداری، و توی تجهیزات معدن و فولاد هم سازنده تجهیزاتی که برای خطوط تولید فولاد و معادن هست استفاده میشه. بایستی تلاش بکنیم که سهم ماشینسازی رو در مسیر توسعه صنعتی کشور نقشش رو ایفا بکنه و بتونه کمک بکنه به توسعه صنعتی کشور.